Welcome to the Nava Podcast. Music, culture, art, and politics are here. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، امیدوارم در هر کجای جهان که هستید سلامت و شادکام و سر حال باشید. امروز جمعه 24 مرداد 1399 برابر با 14 آگوست 2020، این 44 برنامه پادکست نواست. ساعت به وقت ایران 5:30 عصر و اروپا 3 بعد از ظهر و در آمریکا 6 صبح. خب شنوندگان عزیز، قبل از هر چیز ترانه‌ای با هم بشنویم. دیگه دیواری نباشه
ترانه زیبای دو پنجره بود با صدای خانم گوگوش که امیدوارم خوشتون اومده باشه. عرض کنم خدمت دوستان گرامی، امروز من برنامه مستقلی با نام دیگری دارم به نام صفحه نقد، که در واقع نگاهی انتقادی داره به فرهنگ، سیاست و رسانه‌های خارج از کشور. در شروع برنامه امروز صفحه نقد من سعی کردم که نگاهی کنم به برنامه‌های رسانه‌های خارج از کشور. البته قصد ما نه تخریب رسانه‌های خارج از کشور است و امیدواریم که از انتقادات و نظراتی که ما در این مورد می‌گیم دچار در واقع رنجش نشوند و سعی کنند نگاهی مثبت به انتقادات ما داشته باشند، شاید بتونه کمکی به بهبود برنامه‌های اونها رو بکنه. واقعیت این است که من تاکنون نه یک پادکست یا یک برنامه تلویزیونی ندیدیم که برنامه مستقلی داشته باشه و رسانه‌های خارج از کشور رو مورد نقد و بررسی قرار بده. اگر هم تاکنون انتقادی شده یا نقدی شده به این تلویزیون ها یا رسانه های خارج از کشور، بیشتر فحاشی بوده و تخریب و تهمت و افترا. ما سعی میکنیم نگاهی منصفانه به این رسانه ها داشته باشیم و هدف ما در واقع این است که این رسانه ها انتقادات ما رو بشنوند، نظرات ما رو بشنوند و بدون اون که احساس کنند که ما میخواییم به اصطلاح اونها رو تخریب کنیم، مثبت به این مسائل نگاه کنند و در واقع شاید به اونها هم کمک کنه برای بهتر کردن برنامه‌های خودشون. واقعیت این است که همه این رسانه‌ها، همه مجریان برنامه‌ها مرتب میگن آقا شما نظر بدید، اگر انتقاد دارید مطرح کنید، ولی به مجرد این که شما از اینها انتقادی بکنی خلاصه زود موضع میگیرند و در واقع سعی میکنن که شما رو اونها شما رو تخریب کنند. این است که ما سعی میکنیم منصفانه قضاوت کنیم، با دلیل و با برهان نظراتمون رو در اینجا مطرح کنیم. عرض کنم در حال حاضر ما باید واقعا حداقل نگاهی به اصطلاح
تازه به رسانه‌های صوتی و تصویری داشته باشیم. البته من بیشتر و سعیم اینه که اگر ما انتقادی مطرح میکنیم بیشتر در باره رسانه‌های خارج از کشور باشه، چون ما در ایران نیستیم و حتما در ایران کسانی هستن که این کار رو انجام بدن. عرض کنم امروز ما رسانه‌هایی داریم که رسانه‌های کاغذی است، مثل مجله ها، روزنامه ها، ماهنامه ها که کار خودشون رو میکنن، اگرچه بعد از اینترنت و موبایل دچار بحران خواننده هستند، ولی به هر حال همچنان کار میکنن و این ما اینها رو رسانه‌های کاغذی مینامیم. و بعد هم رسانه‌های تصویری و صوتی کلاسیک هستند که مثل تلویزیون‌ها و رادیو. اما در این اواخر، یعنی بعد از ظهور در واقع اینترنت، رسانه‌هایی به وجود اومد که اینها رسانه‌های اینترنتی هستند، چه تصویری هستن و چه صوتی. اینترنتی این است که فقط شما میتونید اون رو از طریق کامپیوتر یا از طریق موبایلتون بشنوید یا تماشا کنید و اینها به قول معروف ماهواره‌ای نیستن، یعنی شما اگر اینترنت نداشته باشید نمیتونید این به اصطلاح رسانه‌های اینترنتی رو مشاهده کنید. و فرقشون در واقع البته با فرضاً تلویزیون ها این است که تلویزیون ها ماهواره های مختلفی دارن و شما در سرتاسر جهان تو خونتون نشستید میتونید این برنامه ها رو ببینید، اما رسانه های اینترنتی حتما شما باید یک کامپیوتر داشته باشید و اینترنت داشته باشید که بتوانید این برنامه ها رو ببینید. این رسانه های اینترنتی چه صوتیشون و چه تصویریشون سالهاست در واقع فعال هستند و اتفاقا برخی از اونها مخاطبین بیشتری از رسانه‌های کلاسیک مثل رادیو و تلویزیون دارند. به طور مثال، مثلا من اگر این رسانه‌ها رو بگم که البته خیلی بیشتر این رسانه‌ها تک نفری است، یعنی یک نفر میشینه، حالا یا در حوزه فرهنگ یا در حوزه سیاست و اخبار صحبت میکنه، بعضی هاشون هم که مهمون دعوت میکنند و مثلا مثل رادیو مانی که به نظر من یکی از بهترین رسانه های اینترنتی است که هم در حوزه فرهنگ و هم در حوزه سیاست بسیار کارش کیفیت داره، هر بار تعدادی از نویسندگان، شاعران، فعالین سیاسی در برنامه‌های این رادیو مانی شرکت می‌کنند و به بحث در مورد مسائل مختلف چه در حوزه فرهنگ و چه در حوزه سیاست میپردازند. این در واقع رادیو مانی یک کانال یوتیوب داره که در این کانال یوتیوب
برنامه ها اجرا میشه و شما فقط میتونید از طریق کامپیوترتون و یا موبایلتون این برنامه ها رو مشاهده کنید. دیگر مثلا کانال آقای مجتبی واحدی هست که ایشون یک نفر خودشون میشینه میاد و مسائل بیشتر سیاست سیاسی روز رو تحلیل میکنه و نظرشون میگه. آقای مثلا کانال یوتیوب محسن سازگارا هست که بیشتر ایشون هر روز یک برنامه 10 دقیقه داره که اخبار میگه و مثلا کانال علی جوانمردی است که اون هم بیشتر مسائل روز مطرح میکنه، اخبار میگه و بعد به تحلیل مسائل روز ایران میپردازه. خلاصه تعداد این کانال های یوتیوبی بسیار زیادند که من فقط نمونه چند تا از اونا رو به صورت نمونه مطرح کردم. شما میتونید در خود یوتیوب جستجو کنید، بنویسید و این کانال های بسیار فراوان تصویری رو ببینید. در این حال هم صدها پادکست داریم که در واقع مثل رادیو میمونن ولی خب برنامه های محدودی دارن، مثل همین پادکست نوا. بنابراین تعریف ما از رسانه ها در واقع باید یک مقداری جدیدتر و به اصطلاح به روز بشه. البته این کار ما نیست، کارشناسان ارتباطات باید روی این مسئله مطرح کنن و در واقع تعریف جدیدی از رسانه های صوتی و تصویری بدن. تا اینجا صبر میکنیم که یک ترانه بشنویم و بعد من ادامه میدم این بحث کانال های یوتیوبی. با هم بشنویم. کتاب خوب قلب من با یاده، هر ورقش قصه گرم خوابه، تو ذهن عاشقم کلام اسمه، همیشه قهرمان این کتابه، رفتن از این خونه نمی کنه من وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه، رفتن از این خونه نمی کنه من وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه. نامت واسه من یه دنیاست، با تصویر خونم نکنه تموم شه، قسم میدم بارون نریز چشما، مباد حرف نامه ها تروم شه، رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه، رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه. دوشتای دور و کاغذ انگار هنوز گرم زیر دست من، حالا که با خیال تو میشم من، میگم چه دنیایی با تو بودن، حالا که با خیال تو میشم من، میگم چه دنیایی با تو بودن. رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه، رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه.
هر ورقش قصه گرم خوابه، تو ذهن عاشقم کلام اسمت همیشه قهرمان این کتابه، رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه، رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه. نامت واسه من یه دنیاست، با تصمیخونم نکنه تموم شه، قسم میدم بارون نریز چشمان، نباد حرف نام ما ترهم شه، رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه، رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه. سرانگشتای تو رو کاغذ انگار هنوز گرم زیر دست من، حالا که با خیال تو میشم مست، میگم چه دنیایی با تو بودن، حالا که با خیال تو میشم مست، میگم چه دنیایی با تو بودن، رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه، رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه، رفتن از این ایرج مهدیان بود با ترانه وسوسه. بله، میریم سراغ این کانال های یوتیوب. اصولاً هر کسی در هر کجای جهان که هست میتونه یک کانال یوتیوب درست بکنه و این کانال مجانی است، یعنی درست کردن اون، راه انداختن اون به هیچ وجه احتیاج به پول نداره، یعنی شو هر کسی میتونه یک کانال داشته باشه و این کانال ها شما میتونید هم به صورت آنلاین برنامه پخش کنید، هم ضبط کنید و در یک ساعت مشخص برنامه خودتون رو پخش کنید. معمولا اگر که شما تقریبا بیشتر از 1000 نفر آبونه این کانال خود کانال شما باشه، میتونید از یوتیوب تبلیغ بگیرید. این تبلیغ به این شکله که شما وقتی که به اصطلاح آبونمان شما به 1000 نفر رسید، در به اصطلاح داشبورد یوتیوب شما میتونید تنظیم کنید که چگونه به اصطلاح تبلیغات شما پخش بشه، تبلیغاتی که خود یوتیوب پخش میکنه، شما هیچ نقشی در اون ندارید. البته میتونید بگید که مثلا من میخوام تبلیغات در مورد مثلا بیشتر موبایل باشه، بیشتر در مورد اتومبیل باشه، شما میتونید این چیزها رو بگید که به اصطلاح در چه حوزه‌ای این تبلیغات در یوتیوب پخش بشه. بعد هم شما میتونید خود شما تعیین کنید که این تبلیغات میتونه نوشتنی باشه یا میتونه تصویری باشه، یعنی در اینجا هم یوتیوب به اصطلاح دخالتی نمی کنه، فقط این شما هستید که تعیین می کنید که این تبلیغات باید تصویری باشه یا
به اصطلاح نوشتنی. مهم دیگر و مهمترین قسمت این است که شما میتونید بخواید از یوتیوب که فقط قبل از اینکه برنامه شما شروع بشه یک دونه تبلیغ بدن که این تبلیغ رو یوتیوب پخش میکنه و بعد شما برنامه‌تون رو شروع میکنید و در حین برنامه هیچ تبلیغاتی نمیاد، یعنی این شما باز هم هستید که تعیین میکنید. در این حال هم میتونید تعیین کنید که به صورت آزاد خود یوتیوب برای شما به اصطلاح تبلیغ بده در حین به اصطلاح زمانی که برنامه رو اجرا میکنید قطع بکنه و یوتیوب تبلیغاتش رو اونجا پخش کنه، که این هم شما میتونید بگید که مثلا هر دو دقیقه، هر سه دقیقه یا هر پنج دقیقه شما این تبلیغ بدید، یا در حین اجرای برنامه مثلا دو تا تبلیغ به اصطلاح بگذارید وسط برنامه، اول برنامه، وسط برنامه و آخر برنامه. بنابراین تبلیغ که یوتیوب پخش میکنه به عهده شماست که شکلش چگونه باشه، که من از آقای شهرام همایون شنیدم که میگفت که خود یوتیوب این کارا رو میکنه، تبلیغات میکنه، که این در واقع درست نیست و مخصوصا کسایی که تو کار واردن و احتمالا خود آقای همایون شهرام هم افرادی هست که کارهای فنی رو میکنه، اینو میدونن که این شما هستید که تعیین میکنید تبلیغات چگونه باشه. البته من با تبلیغات به هیچ وجه مخالفتی ندارم، اما در تبلیغاتم باید یک پرنسیبی باشه. مثلا کسی که میگه من فعال سیاسی هستم و دارم برای مردم ایران مبارزه میکنم، اگر در یوتیوبش هر یک دقیقه دو دقیقه تبلیغ پخش بشه، این در واقع این فرد به نظر من میره زیر سوال. شما میخواید درآمد داشته باشید یا میخواید برای مردم ایران کار بکنید؟ البته اینم خدمتتون عرض کنم که پولی هم که شما وقتی که تبلیغ یوتیوب تبلیغاتش میذاره در حین برنامه شما، یک مقدار پولم به شما میده. البته این پولم آنقدر زیاد نیست که فکر کنید مثلا هر ماه مثلا 100 هزار دلار به شما پول بده، نه، پول بسیار کمی است. یکی از این کانال ها کانال آقای مجتبی واحدی است که اوایل ایشون هیچ تبلیغی نداشت، بعدن که به اصطلاح کسان زیادی این برنامه ایشون رو تماشا میکنند، باعث شد که هر به اصطلاح دو سه دقیقه یک تبلیغ یوتیوب پخش بشه و اعصاب بیننده رو خورد کنه. برای اینکه کسانی که کانال آقای مجتبی واحدی رو تماشا میکنند از طریق ماهواره نیست، از طریق اینترنت است. یعنی اینها ایشون هر مثلا دو دقیقه که حرف میزنه قطع میشه، تبلیغ میاد، دو مرتبه دو دقیقه حرف میزنه تبلیغ میاد تا آخر. برای فعال سیاسی که میخواد مبارزه کنه با رژیم جمهوری اسلامی، اولا دادن تبلیغات به این شکلش به نظر من کار درستی نیست. ایشون میتونه همون اول برنامه و آخر برنامهش تبلیغ بیاد، هیچ اشکالی هم نداره. اما اینکه تمام این مثلا 20 دقیقه یا 30 دقیقه که ایشون صحبت میکنه و
تبلیغ پخش میشه باعث میشه که اصولا انگار به بیننده ایشون توهین میکنه، برای اینکه باید این بیننده وقتشه بذاره و به اصطلاح تبلیغات یوتیوب رو تماشا کنه. البته شما میتونید بعد از مثلا دو سه ثانیه قطع بکنید بزنید، ولی مثلا شما وایساد تو این برنامه رو به صورت صوتی گوش میکنید، چون خود من هم این برنامه ها رو همیشه اگر بخوام ببینم گوش میدم، برای اینکه خب ایشون رقص و موسیقی و این چیزا که نیست، خود آقای واحدی حرف میزنه. خب شما میتونید تو آشپزخونه هم در حالی که قهوه میخورید گوش کنید که ایشون حرف میزنه، اما وقتی این تبلیغات هست شما مرتب باید بلند بشید یا این تبلیغات رو قطع بکنید یا اینکه بگذارید تبلیغات بیاد، و وقتی هم این قطع نکنید ادامه میده، دو تا سه تا چهار تا تبلیغ میاد که به اصطلاح خود یوتیوب این تبلیغات رو پخش میکنه تا زمانی که شما اون رو قطع کنید. بنابراین این کار به نظر من، حالا یک نفر هست مثلا مثل من براش مهم نیست، فعال سیاسی نیست، آهنگ به اصطلاح پخش میکنه یا مثلا جوک میگه، خب اگه ایشون وسط حرفاش هم تبلیغ بیاد هیچ مسئله نیست، اما کسی که خودشو فعال سیاسی میدونه و صحبت از ایران میکنه باید توجه بکنه که اون ایرانی که تو ایران نشسته با اینترنت ضعیف و اینترنتی که مرتب قطع میشه چگونه میخواد این برنامه آقای واحدی رو نگاه بکنه که مرتب تبلیغ میاد مرتب تبلیغ میاد. من در کامنتی برای ایشون این مسئله رو شرح دادم و برای ایشون نوشتم که این کار شما درست نیست، شما میتونید در تعیین کنید، برایشون هم توضیح دادم که هیچ کار فنی نمیخواد، برای اینکه شما تصمیم میگیرید که این یوتیوب چگونه برنامه شما در برنامه شما تبلیغاتشو پخش بکنه، و این کار رو شما میتونید بکنید، در اول برنامه تون تبلیغ باشه هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم کار خوبی است، ولی اینکه در بین مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه برنامه 20 تا تبلیغ بیاد این کار صحیح نیست برای یک فعال سیاسی، که البته ایشون هرگز جواب این کامنت من ندادن. خب ما سال یک ترانه بشنویم تا بقیه حرفامو بزنم. Thank you.
ترانه چکنم بود با صدای بانو پروین. عرض کنم من با محتوای فعلا برنامه آقای یعنی در واقع وارد محتوای برنامه آقای واحدی نمیشم، فقط انتقادی که اینجا مطرح کردم به تبلیغاتی بود که در واقع به صورت خیلی غیر عادی در کانال ایشون یوتیوب پخش میکنه و دلیلش هم توضیح دادم که اگر ایشون که فعال سیاسی است و برای هموطنانش در ایران برنامه اجرا میکنه باید بدونه که اینترنت در ایران بسیار ضعیفه، کنده، پدر مردم در میاد تا بتونن یک برنامه رو ببینن یا دانلود بکنن و وجود این تبلیغات باعث میشه که در واقع ایشون بینندگان خودشون رو از دست بده. خود من که گاهی برنامه های ایشون رو نگاه می کردم بعد از این که ایشون شروع کرد به یعنی در کانال یوتیوبش مرتب در هر دو سه دقیقه یک بار یوتیوب تبلیغ آگهی پخش می کنه، من دیگه برنامه های ایشون رو نگاه نمی کنم. بنابراین اگر ایشون
فعال سیاسی است و برای مردم ایران میخواد کار بکنه، باید به این مسئله توجه کنه. در ضمن کانال ایشون پولی بابت کانال یوتیوب نمیده. حالا اگر ایشون هم مثلا کار نداشته باشه، نمیدونم وضع مالیش خیلی خراب باشه، خب میتونه توضیح بده که آقا من وضع مالیم خرابه، این زندگیم از طریق این به اصطلاح تبلیغات میگذره، که اینطور هم نیست. به هر حال امیدوارم که ایشون برنامه رو ببینه و تجدید نظر کنه در مورد تبلیغات یوتیوب، که خیلی هم ساده است. ایشون میتونه، ایشونه که تصمیم میگیره که چه گونه یوتیوب در کانالشون تبلیغ و آگهی پخش بکنه. یکی دیگه از این فعالان سیاسی که خیلی هم فعال هستن، جناب محسن سازگاره هستن، که ایشون از در واقع جنبش سبز یک برنامه داره در کانال یوتیوب که حدوداً هر روزه و حدود 10 دقیقه است. این برنامه البته بیشتر اخباری که شما میتونید در بی بی سی و خیلی جاهای دیگه ببینید، یعنی در واقع این اخباری که میگه، و چون ایشون خیلی هم به اصطلاح برنامهش بعد از خیلی از تلویزیون های مافاره‌ای پخش میشه و بسیاری از سایت های هستن که خیلی بروز هستن، یعنی در تمام این اخبارهایی که ایشون مطرح میکنه بسیار کهنه هستن. به هر حال منظور من این نیست که حالا ایشون اخبار کهنه مطرح میکنن در کانالش یوتیوبشون. ایشون اوائل هم باز خیلی خوب بود و تبلیغاتی در یوتیوبش نبود، اصلا نبود. بعد شروع شد آگهی های قبل از برنامه پخش شد که اون هم به نظر من هیچ اشکالی نداره، اما اخیراً ایشون هم مثل آقای واحدی برنامهشون مرتب قطع میشه و یوتیوب آگهی پخش میکنه. چرا من این دو نفر رو مثلا مطرح کردم؟ البته جناب آقای شهرام همایون هم هست که من در مورد ایشون حرفای بیشتری دارم و به طور مفصل خواهم گفت. اما چرا من این دو نفر رو مطرح کردم؟ برای اینکه خود آقای سازگارا خودشون فعال سیاسی میدونه، خودش برانداز میدونه، با جمهوری اسلامی مبارزه میکنه. خب این دوست گرامی فعال و انقلابی باید توجه کنه که وقتی که مرتب در یوتیوب ایشون آگهی پخش میشه، اعصاب ملت طرفدار ایشون یا کسانی که این برنامه های ایشون رو میبینن ساویده میشه، داغول میشه، مثل آقای واحدی. بنابراین من البته با کانال های زیادی هستن که موسیقی پخش میکنن، کانال های هستن که جوک میگن، برای من با اون با اونها کاری ندارم، هیچ مسئله نیست. ولی من روی سخنم با فعالین سیاسی است، انقلابیون، کسانی که میگن ما میخواییم ایران رو بسازیم، از اول شروع بکنن، از اینجا شروع بکنن. به هر حال پخش
آگهی در کانال یوتیوب خودتون یه پرنسیبی میخواد، یک آگهی، دو آگهی، نه هر دو سه دقیقه برنامه شما قطع بشه و آگهی پخش بکنه. این مسئله رو من مطرح کردم که دوستان متوجه بشن که در واقع مسئله پول، پول خیلی بسیار ناچیزیه که یوتیوب میده به این کانال ها، چقدر به اصطلاح چقدر فعالین سیاسی رو به وسوسه انداخته است. امیدوارم که این دوستان توجه کنند به این موضوع. خب من سعی میکنم این برنامه امروز رو پایان بدم. در برنامه بعدی به برنامه آخرین لحظه آقای شهرام همایون میخوام پرداخت، نه هم از نظر تبلیغات و هم از نظر محتوا. سوالاتی دارم، نظراتی دارم و انتقاداتی به شیوه کار ایشون و کانال یک که در واقع بیشتر در که در یوتیوب و جاهای دیگه هم پخش میشه. من خدمتتون عرض کنم که من اصلا ماهواره یا دیش و این چیزا ندارم. برنامه‌ای که اگر بخوام ببینم، برنامه‌ای است که در یوتیوب یا اینستاگرام یا فیسبوک میبینم، اگر این برنامه در اونجا باشن. و فکر میکنم خیلی ها مثل من هستن که یا علاقه به دیش و ماهواره ندارن یا بودجهشو ندارن که بخرن مثلا در خود ایران. بنابراین به اصطلاح برنامه‌هایی رو من نگاه میکنم که بیشتر در اینترنت هستن و در یوتیوب هست و نه همه، برخی از برنامه‌ها رو نگاه میکنم و حتی مثلا تلویزیون ایران و فردا برنامه داره با دکتر ماشالله آجودانی که به نظرم خیلی برنامه مفیدیه، مثلا من اون رو نگاه میکنم، اما اون رو در یوتیوب نگاه میکنم، برای اینکه دیش ندارم که به طور به اصطلاح زنده و به صورت زنده نگاه بکنم. و فکرم میکنم که خیلی از افرادی که در خارج از کشور زندگی میکنن دیش و ماهواره ندارن. در ایران هم فکر میکنم این نیست که همه مردم ایران بتونن به صورت این تلویزیون ها رو به صورت که در ماهواره پخش میشه ببینن. بنابراین این مسئله خیلی مهمه که این افرادی که خودشون رو فعال سیاسی میدونن رعایت حال بینندگان خودشون رو بکنن و با دادن، با پخش بی‌رویه آگهی های یوتیوب پوست این افراد رو نکنن. پول خوبه، اما کسی که از ایران صحبت میکنه، از دموکراسی صحبت میکنه و میخواد جمهوری اسلامی سر به تنش نباشه، باید یک سری پرنسیب رو رعایت کنه و این قاعده کاره. مثلا من برنامه، مثلا برنامه آقای علی جوانمردی، با اینکه بیشتر از همه این افراد از جمله آقای واحدی و شهرام همایون و سازگارا
ایشون آبونه داره و دیگران برنامه‌شو می‌بینن. گاهی اوقات هست که من دیدم که در برنامه‌های آنلاین ایشون حدود 2-3 گاهی 5-6 هزار نفر آنلاین نگاه می‌کنن، که این به نظر من خیلی به اصطلاح رقم خیلی بالایی است نسبت به کانال آقای واحدی و سازگارا و شهرام همایون. با این حال ایشون در یوتیوبش تبلیغ نیست و به نظر من این کار با ارزشی است. حالا من کار ندارم که ایشون برنامه‌اش خوبه، محتواش خوبه، که این یک بحث جداگانه است که من سعی می‌کنم به در این برنامه صفحه نقد به این مسائل هم بپردازم. هفته دیگه من به برنامه صفحه دو رو ممکن به برنامه آخرین لحظه آقای شهرام همایون اختصاص خواهم داد و در مورد برنامه ایشون صحبت خواهم کرد. خب به برنامه بهایان رسید و ما آماده شدیم برای خداحافظی. امیدوارم که نظرتون رو در مورد این برنامه صفحه نقد بنویسید. اگر مورد توجهتون قرار بگیره حتما من این برنامه رو ادامه میدم. امکان هست دوستان دیگرم در صفحه نقد هم به این به نقد رسانه ها و اصولاً فرهنگ و سیاست بپردازند. لایک یادتون نره. سعی کنید که برنامه رو در شبکه‌های اجتماعی بفرستید، به اشتراک بگذارید تا شنوندگان بیشتر این برنامه رو ببینند. با شبانه فرهاد، زنده یاد فرهاد، با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگه و احتمالاً اگر فرصتی شد من در روزهای دیگه این برنامه نقد رو ادامه میدم و سعی میکنم که روزهای جمعه همون برنامه خودمونی باشه که در واقع همینطور که از اسمش معلومه برنامه ایست بسیار خودمونی. با امید دیدار. شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پریشون. Thank you.
شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره ته اون دره اونجا که شبا یکه و تنها تک درخت بید شاد و پر امید میکنه به ناز دستشو دراز که یه ستاره به چکه مثل یه چیکه بارون یه جای میوش سر یه شاخش بشه آبیزون شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره از توی زندون مثل شپره با خودش بیرون میبره اونجا که شب سیاه تا دم سحر شهیدای شهر با فانوس خون جا چشان تو خیابونا سر نیدونا عمو یادگار مرد کینه دار مستی یا هوشیار خوابی یا بیدار شهیدای شهر خوابی ما بیدار شهیدای شهر آخرش یه شب ماه میاد بیرون از سر اون کوه بالای دره روی این میدون رد میشه خندون یه شب ماه میاد Thank you.